درود بر شما. ششم بهمن ماه 1402 خورشیدی و 26 ژانویه 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به موقعیت ایران در آستانه جنگ. قبلش هم درباره اعدام فرهاد سلیمی و محمد قبادلو خواهیم گفت. پرده آخرم آخر برنامه. همزمان با تشدید بحران نظامی در منطقه، جمهوری اسلامی فشار داخلی رو وحشیانه تر کرده. هفته پیش دو جوان دیگر رو از زندانیان سیاسی اعدام کرد. یکی که 14 سال زندان بود از سال 88، فرهاد سلیمی، و دیگری که در اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده بود سال 1401، محمد قبادلو. فرهاد سلیمی روحانی کرد اهل سنت و زندانی عقیدتی بعد از 14 سال حبس، صبح روز سه‌شنبه سوم بهمن در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. وبسایت هنگاو نوشت این زندانی مذهبی روز یکشنبه به سلول انفرادی منتقل شد و اجازه آخرین ملاقات خانواده با او را در روز دوشنبه ندادند و به آنان گفته شد که فردا برگردند. این خانواده سه شنبه که برای ملاقات به زندان مراجعه می کنند، به آنان گفته می شود حکم اعدام فرزندتان اجرا شده است. از این همه عجله برای اعدام ناگهانی زندانیان سیاسی چه هدفی دارین شما؟ همزمان با اعدام فرهاد سلیمی، محمد قبادلو هم اعدام شد، در حالی که حکم اعدامش رو خود دستگاه قضای جمهوری اسلامی نقض کرده بود. امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، با انتشار رشته توییتی مستند ضمن انتقاد از برگزاری دادگاه بدون حضور وکلا و خانواده، افزون بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مأمور فوت شده، ویدیویی را از سخنرانی مراسم رسمی تشییع این مأمور منتشر کرد که در آن روایت قتل این مأمور با آنچه در پرونده محمد قبادلو ذکر شده تناقض دارد. یعنی محمد قبادلو به اصطلاح قصاص قتل مأمور کرمپور، مأمور نیروی انتظامی شده. این ویدیو رو ببینید که صحبتش شد. حرفایی که در مراسم تشییع کرمپور زده میشه از برگزار کنندگان مال خود حکومت یا هر کدومشون. به هر حال بشنوین. کرمپور، عرض کردم، مأمور نیروی انتظامی بود که 30 شهریور 1401 در جریان جنبش مهسا ژینا امینی به دست مردم کشته شد و محمد قبادلو رو مثلا قصاص قتل او کردن. سخنران مراسم تشییع کرمپور میگه مردم ریختن کرمپور رو کشتن. وقتی کشته میشه مامورای دیگه بعدن سر میرسن جنازه رو میکشن کنار جدول، همونجا که محمد قبادلو به موتوریا یگان ویژه میزنه با ماشین. هیچ کدومشون هم حتی زخم جدی بر نمیدارن. بعد حکومت با یه عکسی که از اون صحنه که جنازه کرمپور هم توشه گرفته شده، برای محمد قبادلو پرونده قتل مأمور دولت رو میزنه تا از انبوه مردمی که در رباط کریمی مأمور رو گیر انداختن و کشتن در جریان اعتراضات مردمی انتقام بگیره. این شهید، شهید والا مقام امنیت من، که برای بعض جای سوال آقا چرا اینجا جایگاه زدید؟ آخه اینجا محل شهادت فرید بوده، آخه اینجا دورش کردن، اینجا نام عباس زدنش، دیدن تک و تناست قریب جیدا بردنش مثل مولانا علی. این ویدیو رو که دیدین خود نیروی انتظامی منتشر کرده بود. اینی که دیدین رو وبسایت نیروی انتظامی برداشته شده بود. اما قبل از اعدام قبادلو از وبسایت نیروی انتظامی همین ویدیو حذف شد. حکم اعدام محمد قبادلو 4 مرداد 1402 نقض شده بود در قوه قضاییه‌شون. وکیل محمد قبادلو همون موقع نوشت اعاده دادرسی مجدد خوشبختانه از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت و با دقت نظر قضات این شعبه حکم قصاص و اعدام قبادلو نقض شد. وقتی قبادلو اعدام شد همون روز خبرگزاری قوه قضاییه میزان برداشت همین گزارش های ساختگی و دروغی که میزنن دیگه همه میدونیم دیگه،
نوشت که حکم اعدام قبادلو نقض نشده بود، دیوان عالی کشور نقض نکرده بود، اسنادش رو داده بودم وکیلش. چهارم مرداد 1402 که این نقض شده. این همه عجله در پرونده سازی برای جوانای گل مردم، این اعدام ناگهانی خلاف حکم دیوان عالی قضایی خودتون، برای اینه که بوی خیزش دوباره مردم به مشامتون خورده. خب این مردم به شما رحم خواهند کرد که این همه جوان گل پر از انرژی رو پرپر میکنی؟ یه شب میسوزد و پروانه به دورش نگران. ما که سوختیم و پروانه نداریم چه کنیم؟ چی؟ آزا من هم باید رو به قدری هستیم. آره یه چرا با پاد میخندی اینا ما موزن؟ در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی و با تلاش نرگس محمدی برنده نوبل صلح و زندانیان شجاع دیگر در اوین دیروز پنجشنبه بیش از 60 زندانی سیاسی بند زنان اوین اعتصاب قضا کردند. توماج صالحی هنرمند آزادی خواه در زندان دستگرد اصفهان و زینب جلالیان فعال سیاسی کرد که با حکم حبس ابد در زندان یزد زندانی است، بیش از 30 زندانی سیاسی پیشین از جمله آتنا دائمی و مهدی یراهی روز پنجشنبه به اعتصاب قضای 61 زن زندانی در اوین پیوستند. سال 58 1358 سال تمرکز جمهوری اسلامی بر برنامه ریزی جهت کشورگشایی شیعی بود. از دو سه ماه بعد از انقلاب، دو ماه بعد از انقلاب تبلیغات علیه حکومت صدام شروع شد و در جنوب لبنان بغل گوش اسرائیل طرح تأسیس تشکیلات حزب الله ریخته شد. سیوم فروردین 1359 خمینی ارتش عراق رو به نافرمانی از حکومت اون کشور فرا خواند و گفت ما حمایتتون میکنیم. یعنی وقتی به ارتش یک کشوری شما میگین نافرمانی کن و ما ازت حمایت میکنیم، دیگه اعلان صریح جنگ به همسایه است به اون کشور. شما هم همین کار رو بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را، و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مسائل اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را. این همش دیگه روشن، اصلا تمام ایدئولوژی حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در همین سخنرانی بود. درست پنج ماه بعد از این سخنرانی ارتش عراق به خاک ایران حمله کرد. بیش از 1 میلیون نفر کشته و زخمی زیر شعار راه قدس از کربلا میگذرد. بعد از جنگ با عراق جمهوری اسلامی دیگه نمیتونست جنگ دیگه ای رو با همسایه ها شروع کنه. گرچه یک چیز روشن است، این شعار نیست نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی. شعار راه قدس از کربلا فقط شعار نیست برای جمهوری اسلامی، هیچ وقت نبوده. اگه بتونه این کارو میکنه. بحث بر سر توانستن یا ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به این خواسته است. چرا میخواد اسرائیل نابود بشه؟ چون قدرت حکومت شیعه رو به رخ کشورهای سنی مذهب منطقه میکشه، حالا در یک فرض خیالی، آنتیسمیتیزم رو تقویت میکنه و همه ضد یهودی ها رو زیر پرچم خودش جمع میکنه و میشه رهبر امت اسلام که نوع جدیدی از فاشیزم رو بر جهان حاکم کنه. این یه تصویر خیالیه که بارها حاکمان جمهوری اسلامی هم ازش صحبت کردن به شکلهای مختلف. از روز اول به حکومت رسیدن آخوندهای شیعه در ایران،
این هدف رو خواسته دنبال کنه. از عرض کردم شعار راه قدس از کربلا میگذره در جنگ ایران و عراق تا امروز. جنگ ایران و عراق رو راه انداخت، بعد اسمش رو گذاشت جنگی که به ما تحمیل شد، جنگ تحمیلی. از این ننه من قریبم بازی های آخوندی هم که دیگه گوشمون پره. علی اکبر محتشمی پور سال 60، یعنی چند ماه بعد از شروع جنگ ایران و عراق، شد سفیر جمهوری اسلامی در سوریه و نماینده خمینی در اون کشور. از همون اول به قول همراهانش که مصاحبه هاشون در رسانه های جمهوری اسلامی هست، ماهی 4 بار میرفت لبنان از سوریه. بنیانگذارای تشکیلات حزب الله لبنان خودشون میگویند، گفتند، البته اون اول یکی دو چون جدا شدن، که وظیفه‌ای که به محتشمی پور داده شده بود این بود که خمینی بهش این وظیفه رو داده بود، تشکیل حزب الله لبنان بود. سنگ بنا رو او گذاشت. خرداد 61 چند فرمانده سپاه از جمله ابراهیم همت، احمد متوسلیان و بعد حسین دهقان رفتن پول و سلاح دادن با آخوندها و لاتولوتای شیعه جنوب لبنان، جمعشون کردن، اسم و پرچم حزب الله خود جمهوری اسلامی داد بهشون به گفته حسین دهقان. و از آبان 1361 عملیات علیه نیروهای اسرائیلی، از آبان 1361 عملیات علیه نیروهای اسرائیلی که چند سرباز اسرائیلی توی این عملیات کشته شدن شروع شد. مسئولیت عملیات رو همین حزب الله از جنوب لبنان به عهده گرفت. یعنی از فقط چند ماه بعد از رفتن متوسلیان و همت و بعد حسین دهقان به لبنان. حسین دهقان وزیر دفاع دولت روحانی بود، حالا به حکم رهبرشون شده رئیس بنیاد مستضعفان. در یمن هم اینطور نیست که انگار همچین تصوری هست که انگار حوثی های یمن تازه سر از تخت در آوردن یا جمهوری اسلامی تازه از همین چند سال پیش که اختلافاتش با عربستان به ویژه شدت گرفت حوثی ها رو تقویت کرده در همسایگی عربستان در یمن. جمهوری اسلامی از اول روی کار اومدنش بر شیعیان زیدی یمن سرمایه گذاری کرد. یمن بیش از 50 ساله که درگیر، نزدیک 60 ساله که درگیر جنگ داخلی است. تخمین زده می شود که حدود 40% جمعیت 31 میلیون نفری یمن شیعه هم. که بخشی از اینا از خاندان حوتی هم. معروف است که بنیانگذار جنبش حوتی ها حسین بدرالدین الحوتی بوده، از شیعیان زیدی یمن. به نوشته خبرگزاری سپاه فارس، حسین الحوتی اوائل دهه 60 خورشیدی، همون اوائل انقلاب، به ایران سفر کرد، رفت قم و با خمینی بیعت کرد. در بازگشت در یکی از سخنرانیاش برای حوتی‌های یمن گفت امام خمینی امامی متقی و امامی عادل است و همان گونه که در حدیث آمده دعوتش رد کردنی نیست و توقع می رود رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح و ارتش آن عقوبت این عمل خود جنگ با انقلاب اسلامی یمن را ببینند. علی عبدالله صالح خودش از حوتی های یمن بود، خاندان بزرگی است، ولی مخالف حکومت اسلامی در برابر حوتی ها به ویژه بود و جنبش حوتی ها و در جنگ با حوتی هم کشته شد. خود حسین الحوتی که صحبتش شد او هم در جنگ با ارتش یمن کشته شد. ببینین نقشه یمن رو، ببینین با مناطقی که در دست حوتی هاست، از جمله بندر مهم حدیده. جمهوری اسلامی روی مناطق داغ بحران شیعی سرمایه گذاری ویژه‌ای میکنه، مخصوصا که یمن چسبیده به عربستان و نزدیک اسرائیل. جنبش حوتی‌های یمن که عرض کردم از خاندان شیعیان حوتی در بافت قبیله‌ای عشیره‌ای یمن هستند، اسم خودشونو گذاشتن رسما انصار الله که شعارهاشون ایناست: الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، اسلام پیروز است. انصار الله یمن و آمریکا و اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه تروریست میدونن، یعنی وجودشون برای جهان مضر و خطرناک. انصار الله یمن یک، الان که داره کشتیار میزنه، یک کلیپی درست کرده که دارین میبینین. این چه معنی داره؟ به نشانه پیروزی. ببینین عکس رهبرانشون رو آویزون میکنن.
رهبر یک گروه شبه نظامی، یعنی تأمین کننده پول و مکان و نقشه جنگ و فرمانده. قاسم و ابو مهدی نمادهای نیروی قدس سپاه هستند. هر دو کشته شدن اما همچنان نمادهای این نیروی تروریست هستند. یمنی ها تو کشتی های مصادره شده عکس اینا رو دیدین آویزون میکنن، کنهو دارن پرچم کشورشون آویزون میکنن. واقعا ایدئولوژی وقتی با پول مزدوری پرورش پیدا میکنه میشه وطن تروریست ها. دزدی دریایی حوتی های یمن بنابراین تازه نیست. ببینید این مطلب مال فروردین 1395. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد من ببینم که کدوم مطلب رو دارم از اینا میخونم. آره مال 6 سال پیشه. حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. شورشیان حوثی به یک نفتکش غیر نظامی در دریای سرخ در غرب بندر حدیده حمله کردند. این کشتی که یک ناو بسیار بزرگ نفت خام دو بدنه به نام آرسان با پرچم عربستان سعودی است، پایانه رأس تنوره را با حدود 2 میلیون بشکه نفت به مقصد مصر ترک کرده بود. از زمان این حمله عربستان سعودی حرکت نفتکش‌های خود را از طریق تنگه باب المندب به حالت تعلیق درآورده است و این گونه اختلالات در جریان جهانی انرژی تا زمانی که نیروهای حوثی استان ساحلی حدیده را ترک کنند ادامه خواهد داشت. ترک نکردند و همچنان ادامه دارد و اخیراً تشدید شده. این که گفتم برای این نمونه، این خبر مال 6 سال پیشه، یعنی این کار ربطی به فلسطین و اسرائیل نداره. منظورم اینه که حالا داره جمهوری اسلامی مثلا گروکشی میکنه این حمله دریایی و دزدی دریایی رو که شما دیگه حماس رو نزنین، ما هم به حوثی ها میگیم دیگه کشتی های تجاری رو نزنن. حالا در این باره مشخص تر خواهم گفت و شورای امنیت سازمان ملل هم این حرف رو زد. خب ببینین یک گزارش دیگه مال فروردین 1395. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد کشتی بزرگ ایرانی حامل تسلیحات سبک و نیمه سنگین را که در راه یمن بود متوقف کرده است. باز یک گزارش دیگه مال 1398 که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام با عکس و مشخصات اعلام کرده که از ایران برای حوثی‌ها این سلاح‌ها می‌رفت و کشف و توقیف شد. اون عکس‌ها چه دیدین؟ و یکی از تازه‌ترین‌هاش همین اواخر دی ماه 1402 بود. مقامات دفاعی آمریکایی 25 دی ماه 1402 گفتند که نیروهای نظامی این کشور از یک لنج در نزدیکی آب‌های ساحلی سومالی کلاهک‌های موشکی ساخت ایران و اجزای مرتبط با آن را که برای حوثی‌های یمن می‌رفت کشف و ضبط و سپس لنج را غرق کردند. از اون برم حوثی‌ها با موشک بالستیک کشتی‌های آمریکایی را هدف می‌گیرند که تا حالا موفق به خسارت زدن البته نشدند. دقیق نیست هدفگیری‌هاشون هنوز دیگه، من جزئیات رو نمی‌خوام بگم. البته پهپادها، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک با برد تا 1700 کیلومتر که در اختیار دارن همه مستقیم یا کپی پهپادها و موشک‌های ساخت جمهوری اسلامی است. ما این جنگ دریایی رو در ابعاد دیگری از زمان روی کار اومدن جمهوری اسلامی هم دیده بودیم. در جنگ ایران عراق 8 سال جنگ نفتکش ها از سال 60 تا 1368 543 کشتی تجاری مورد هدف قرار گرفت که از این میان 221 حمله از سوی ایران و 322 حمله از سوی عراق و متحدانش بود. حالا جنگ و تهدید و گروگانگیری و آدم ربایی و توقیف و زدن کشتی ها رو جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به باب المندب در دریای سرخ کشیده. یادتون میاد در مرداد 97 حسن روحانی که رئیس جمهور بود گفت خیال میکنن وقتی ما میگوییم هنگامی که نفت ایران صادر نشود هیچ کس نمیتواند نفت صادر کند به دنبال بستن تنگه هرمز هستیم، در صورتی که راههای فراوانی وجود دارد و بستن تنگه هرمز روش ساده آن است، اما بسیاری تنگه های دیگر برای این کار در اختیار داریم. حالا فارغ از این که
ببخشید هر بار تهدید کرده جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو میبندیم باعث حضور نظامی بیشتر آمریکا در منطقه برای بازنگه داشتن تنگه هرمز شده. اما این حرفای روحانی برای اولین بار به ناظران کمتر آگاه از اوضاع نشون داد که جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری جدی کرده در توانمند کردن انصار الله یمن برای تهدید رفت آمد بین المللی در دریای سرخ و تنگه باب المندب. ببینین این عکس‌های بله نقشه رو توجه بفرمایید. هر دو تنگه رو، تنگه باب المندب و تنگه هرمز، ببینید بالای باب المندب کانال سوئز، در اون بین دریای سرخ و به اسرائیل، یمن، عربستان، مصر، سودان و اسرائیل در بالا، اینا اطراف این دریای سرخ هستند که امروز درگیر بحرانسازی های جمهوری اسلامی از طریق حوثی های یمن در این دریاست. وقتی به این دو تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ و تنگه هرمز در جنوب ایران نگاه میکنیم، کشتی‌های تجاری که از باب المندب میگذرن از کرم وارد دریای سرخ میشن تا یا به کشورهای اطراف دریای سرخ برسن، عربستان، یمن، مصر، اسرائیل، و یا در ادامه راه از کانال سوئز در بالای اون نقشه‌ای که دیدین عبور کنن. حوثی‌ها یمن دست کم از سال 1395 این آبراه بین المللی رو بحرانی و خطرناک کردن. در مرحله جدید بحرانسازی از دو روز بعد از حمله حماس به اسرائیل، یعنی از 17 مهر ماه 1402 حمله های متمرکز حوثی‌ها به کشتی های باربری در دریای سرخ شروع شد، با حمله به کشتی های باربری نظامی ادامه پیدا کرد و تا امروز ادامه داره. تازه ترین نمونهش همین چهارشنبه 4 بهمن بود. دو کشتی با پرچم آمریکا که محموله های وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا را حمل کردند در نزدیکی یمن هدف حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی 3 موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی 2 کشتی باری پرتاب کردند که یکی از آنها به هدف اصابت کرد و 2 موشک دیگر رهگیری و منهدم شد. به نوشته این بیانیه آسیب جانی و مادی وارد نشده است. اسوسییتد پرس نوشت حوثی‌ها با حمله به کشتی‌هایی که از طریق تنگه مهم باب المندب عبور می‌کنند خطر افزایش درگیری‌های جاری در خاورمیانه را بسیار بیشتر می‌کنند. اکونومیست نوشت در شرایطی که وضع فعلی جریان دارد، جو بایدن با فشاری فزاینده برای اقدام‌های جدی‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران روبروست. این یک موزل جدی برای رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. اگر هیچ کاری نکند، آمریکا ضعیف‌تر به نظر می‌رسد و اگر تلافی کند، در سال مهم انتخابات با خطر جنگی جدید روبرو خواهد شد. یک روز قبل از حمله حوثی‌ها به 2 کشتی باربری نظامی آمریکا، یعنی 3 شنبه همین هفته 3 بهمن، جلسه وزیران خارجه شورای امنیت سازمان ملل بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو اون جلسه سخنرانی بسیار قرار و بسیار اثرگذاری کرد. Is the main key to the restoration of security to the region. Mr. President, Your Excellencies, Netanyahu seeks his own political life in war. بقیهش رو دیگه خوشبختانه قطع کردن، نمیخواد بشنم این بقیهش رو، همین که متأثر شدین تا اینجا کافی. متن فارسیشو چی بگم دیگه، از مسخره بازی این جماعت در مجامع بین المللی گذشته و نه آدم میتونه بگه مثل کپ سرشون رو کردن، حیف کپک سرشون رو کردن تو برف، دور و برشون نمیبینن. نه آدم میتونه بگه اینا چقدر ابله و بیسوادن. نه آدم میتونه بگه که هیچ اهمیت و احترامی برای دیگران قائل نیستن. مجامع بین المللی آدمی که روبروته که مثل آدم بتونی حرف بزنی، اگه میخوای به زبونش حرف بزنی. وارسی حرف بزن بگو من بلد نیستم انگلیسی. و
بدبخت ترجمه بکنن مترجما. حالا نمیدونم چه بلایی واقعا اومده سر این مملکت. متن فارسی این صحبتاش رو رسانه های حکومت منتشر کردن. میگوید این مهمه، البته کاری نداشته باشین چجوری حرف بزنید، همه ما ایمنی و امنیت دریایی را برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی میدانیم. با این حال امنیت یک مفهوم به هم پیوسته است. سیر تحولات نشان می‌دهد که توقف نسل کشی در غزه کلید اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. یعنی چی؟ یعنی باج می‌گیریم. اگه حمله به حماس رو متوقف نکنین، ایمنی و امنیت دریایی را برای تجارت جهانی با همین انصار الله یمن بحرانی تر می‌کنیم، کما اینکه تا حالا کردیم. این شیوه دیپلماسی جمهوری اسلامی. وزیران خارجه کشور را جمع شدن در نیویورک، مقر شورای امنیت سازمان ملل، دیپلمات‌های کشورها که درباره فلسطین صحبت می‌کنن. این میگه ما باج می‌خوایم بگیریم، باج می‌گیریم. اونم به این شیوه. اصل قضیه این است که حماس و حزب الله در تنگنای ماشین جنگی اسرائیل گرفتار شدن. جمهوری اسلامی میگه ما روی حوثی‌های یمن سرمایه‌گذاری کرده ایم، ولشون کنین تا آبراه تجاری که بیش از 10% کل نقل و انتقال دریایی جهان است دست انصار الله یمن یعنی نیروهای ما باشه. همون روز نخست نشست، همون روز نشست، یه روز بود دیگه، نشست شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه، خامنه ای هم در تهران سخنرانی کرد. دیگه فوش نداد به کشورهای خاورمیانه، گفت اشتباه میکنن که آتش بس در خاورمیانه میخوان. مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اشتباه میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبهی میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیره. اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیر. خب آتش بس دست شما که نیست، نمیکن. شما میشینید چیزی رو تصفیق میکنید که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصویب نمی کنید. اون چیه؟ قطع شریانهای حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. انصار الله یمن رو میفرسته جلو که مثلا این شریان‌های حیاتی کشورها رو با اسرائیل قطع کنن. چی رو قطع کنن؟ سال 2022 فقط مصر بیش از 300 میلیون دلار داد و ستد اقتصادی با اسرائیل داشته. ترکیه 8 میلیارد دلار داد و ستد اقتصادی با اسرائیل داشته فقط در یک سال. معلومه کسی زیر بار زورگویی تو نمیره. نیویورک تایمز مطلبی داره به قلم مشترک راول مارک کرخت از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و ری تکی از شورای روابط خارجی در آمریکا نوشته. در مرکز خودداری جمهوری اسلامی از یک درگیری بزرگ، مسائل داخلی قرار گرفته است. بحران جانشینی، دنبال کردن برنامه هسته‌ای و تضمین بقای نظام به عنوان یک سیستم اسلامگرای مسلط بر خاورمیانه. جمهوری اسلامی از سال 2022، یعنی بیش از یک سال پیش که اعتراضات سراسری آغاز شد، جنبش مهسا تلاش می‌کند تا اپوزیسیون سیاسی خود را کنترل کند. مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی موجب ناامیدی گسترده مردم از رهبران کشور شد و جنبش ملی را به راه انداخت. ایران همچنین با فساد، سوء مدیریت مالی مزمن و تحریم‌های بین‌المللی همزمان با بحران اقتصادی مواجه است. حتی در شرایط عادی‌تر، بحران جانشینی در ایران به خودی خود موضوع حساسی بوده است. در چنین وضعیت بحرانی داخلی، ایران فعلا به شبه نظامیان عرب در سراسر این بحران جانشینی که میگه منظورش آلترناتیو نیست و بحران جانشینی خامنه‌ای که جای خامنه‌ای ماجرای رهبری در جمهوری اسلامی.
در چنین وضعیت بحرانی داخلی ایران فعلا به شبه نظامیان عرب در سراسر خاورمیانه اجازه داده کاری را انجام دهند که تهران به آنها آموزش داده است. محور مقاومت که شامل حماس، حزب الله و حوتی ها می شود در هسته اصلی استراتژی کلان جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، آمریکا و متحدان عرب آنها در منطقه قرار گرفتند. این محور به جمهوری اسلامی اجازه می داد بدون استفاده از نیروهای خود یا به خطر انداختن قلمرو به خود با دشمنانش مبارزه کند. در خدمت آقای حسین آقایی هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک. خوش آمدید آقای آقایی به امشب صفحه آخر. آقای آقایی، نوشته اید که جمهوری اسلامی در تنگنای بزرگ ژئوپلیتیک، حال جغرافیای سیاسی و امنیتی در منطقه گرفتار شده و با یک چالش جدی جدید علیه بقای خود روبرو شده است. چرا به این نتیجه رسید؟ جناب بلاعتی عزیز، خیلی ممنونم از شما بابت دعوت و خیلی خوشحالم که در خدمت مردم ایران هستم. ببینید، به این خاطر هستش که ببینید یک سری واقعیت‌های جدید امنیتی و ژئوپلیتیکی در منطقه شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن هستش و یک سری واقعیت‌های جدید هم در ایران داره شکل میگیره و حالا از هر نظر، به خصوص مسئله از بین رفتن اون روایت کلان و غالب جمهوری اسلامی در طول 45 سال گذشته، و جمهوری اسلامی نمیتونه با این واقعیت‌ها مقابله کنه به طور مؤثر، نمیتونه جلوی ظهور و بروز این واقعیت‌ها رو بگیره. جمهوری اسلامی الان هیچ راهی نداره جز این که این واقعیت‌ها رو بپذیره، هم واقعیت‌های منطقه‌ای رو و هم واقعیت‌هایی که در داخل هستش، به خصوص تو نسل خیلی جوان‌تر، و اگر این کارو بکنه خب در تضاد با ماهیتش هست، به نوعی عقب‌نشینی هست، یا اینکه نه، این واقعیت‌ها به چالش بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی، برای بقاش تبدیل میشه. الان خب جمهوری اسلامی تا الان اگر مونده، ببینید، به خاطر دو دلیل اصلیش، یکی سرکوب با اسلحه و تناب دار، دوم مماشات قدرت‌های اروپایی و آمریکا. البته این مماشات غربی‌ها یه مقدار شکلش عوض شده، شدتش کمتر شده، ولی هنوز پابرجا هستش و این واقعیات چه بود منطقه چه در بود داخلی هم با اسلحه دیگه قابل تغییر نیستش. ببینید، اینایی که دارم میگم به این معنی نیستش که الان جمهوری اسلامی به سرعت سرنگون خواهد شد، ولی نکته من این هستش که یک واقعیت نهایی هم وجود داره که البته اون واقعیت نهایی دست مردم ایران هست. اون واقعیت نهایی رو مردم ایران ترسیم میکنن. ولی یه مثالی رو بزنید به صورت عینی برای شما بزنم، یکی میگم چرا در تنگنا وجود داره جمهوری اسلامی در بوده منطقه. ببینید، الان در مورد خود جنگ حماس و اسرائیل، خب جمهوری اسلامی بارها گفته که باید جنگ متوقف بشه و عملا دارن از کارت نیابتی که شما اشاره کردید، حوثی‌ها همه دارن استفاده میکنن. ولی ما گیریم، فرض بگیریم اصلا جنگ حماس و اسرائیل فردا تموم بشه، خب بعد از جنگ حماس و اسرائیل بر اساس اون استراتژی که آمریکا تعیین کرده، یعنی استراتژی پس از جنگ، بعد از فردای جنگ، برنامه آمریکا، چه بایدن باشه چه نباشه، چه رئیس جمهور دیگه باشه، این هستش که در نهایت باید اون ایده، حالا دو ملت دو کشور، یعنی کشور مستقل فلسطینی، به هر حال به یک راه حلی در موردش دست پیدا کرد، و مهمتر از همه روابط عربستان و اسرائیل، اسرائیل با کشورهای عربی باید عادی سازی بشه. ما فرض بگیریم جنگ تموم بشه، این واقعیت جدید ژئوپلیتیکی منطقه‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد باش چیکار کنه؟ این فقط یه بعد ماجراست. بنابراین من هر جور که نگاه میکنم میبینم که واقعا جمهوری اسلامی یک مخمصه گیر کرده و این مخمصه بسته به اینکه حرکات بعدی اسرائیل و آمریکا چی باشه، چه اتفاقاتی توی جنگ حماس و اسرائیل بیفته، خب میتونه وضعیت رو برای جمهوری اسلامی برای بقاش خطرناک‌تر بکنه. خب با این فرمایشات شما میشود نتیجه گرفت که ادامه جنگ اسرائیل و حماس به نفع جمهوری اسلامی و در واقع پشت پرده جمهوری اسلامی همچنین بدش نمیاد که هیچ وقت آتش‌بسی برقرار نشود؟ میتونه اینجور تعبیر بشه که بله، به هر حال جمهوری اسلامی از تئوری آشوب پیروی میکنه، که این تئوری آشوب هم ملهم از اون استراتژی و دکترین‌های نظامی روسا هستش، و هر چقدر که آشوب در منطقه پابرجا باشه قطعا جمهوری اسلامی ازش استقبال خواهد کرد. ولی خب در اون بعد دیگه قضیه این هستش که الان درسته که آمریکا مثلا خواهان جنگ فراگیر توی منطقه نیستش، و اصلا اولویت راهبردی آمریکا، حالا چه بایدن باشه چه هر رئیس جمهور دیگه ای،
این نیستش که الان خاورمیانه براشون اولویت اصلی راهبردی نیست. اولویت اصلی راهبردی آمریکا مهار روسیه هستش، همزمان مهار چین مسئله تایوانه. ولی آمریکا درسته که خواهان جنگ تمام عیار نیستش، ولی در این حال آمریکا تمایلی نداره که آشوب دائمی و همیشگی و بی پایان در منطقه خاورمیانه باشه و هر تا این آشوب خطرناک‌تر باشه. به خاطر همین یک حد و حدودی برای این آشوب زایی جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره و من فکر می‌کنم بسته به حرکت بعدی اسرائیل تو این صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی در منطقه، با توجه به اینکه اسرائیل که تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی براش اولویت اصلی راهبردی هست، فوریت خیلی زیادی داره، نه آمریکایی که هزاران کیلومتر با دعوای خود اسرائیل فاصله داره. بنابراین اسرائیل اگر حماس رو هم بخواد از بین ببره علاوه بر قوای نظامی یا تضعیفش بکنه، باز هم با تهدیدهای جمهوری اسلامی روبرو است و اینجا این اسرائیل هستش که به نظر من تعیین میکنه که چقدر جمهوری اسلامی بتونه اون استراتژی آشوب کنترل شده و مهار شده رو ادامه بده و توپ رو تو زمین جمهوری اسلامی بیشتر نندازه که عملاً اون رو در گوشه ریگ قرار بده و بخواد در واقع برای رفع اون تهدیدهای ترکیبیش با جمهوری اسلامی بتونه مستقیم تر مقابله بکنه. ببینید، بذارید این سوال یه جور دیگه مطرح بکنم. جمهوری اسلامی حماس رو تقویت میکنه، حزب الله به وجود میاره، حماس رو تقویت میکنه و حوثی‌ها رو تقویت میکنه و به عبارتی شاید اینا رو اصلا اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبودن یا اصلا به وجود نمی اومدن به این شکل جنبش های شیعی ضد تجدد و تمدن جهان. اصلا به طور کلی ها جون بشین صحبت کن سر خواسته ها تو اینها. جمهوری اسلامی میاد این ماجرای جنگ حماس رو میندازه با اسرائیل و بعد از طریق حوتی ها، حمایت حوتی ها می رود که مثلا می گوید، یعنی ببینید مسخره تر از این نمیشه. اگه بخوایم سادهش بکنیم، جنگ حماس را میندازی، بعد میری از طریق حوتی ها میگی که جنگ حماس رو متوقف بکنید، میزنی میگه خب حالا ما جنگ را متوقفش بکنیم. اینو شما به عنوان یک صورت مسئله در نظر بگیرین. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میگه خواهان جنگ نیست، یعنی جنگ منطقی میگه این نابود کننده برای حماس، به ضرر حماس. اینو دیگه امیر عبداللهیان هم فرمودن در شورای امنیت. خب سوالم اینه آیه حسین آقایی، بلوف میزنه جمهوری اسلامی که میگه خواهان جنگ نیست، بنا به معادلات داخلی و خارجی ایران دارم میگم، بلوف میزنه یا واقعا نمیخواد وارد جنگ مستقیم بشه؟ دو نکته من اینجا اشاره کنم به نوعی پاسخ پرسش شماست. ببینید اینکه جمهوری اسلامی جنگ حماس و اسرائیل رو راه انداخت به نوعی در چه مقطعی رخ داد؟ هم چند روز قبلش رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اسرائیل اسب بازنده در منطقه خاورمیانه هستش و چه موقع این رخ داد؟ زمانی که داشت یک نظم منطقه‌ای، یک ثبات یا صلح سردی تدریجی داشت شکل می‌گرفت، یعنی ترکیه، عربستان، کل کشورهای خاورمیانه داشتن فاز آشتی رو در پیش می‌گرفتن، روابطشون رو عادی می‌کردن. مسئله کلیدی و مهمترین نکته که من همیشه روش تاکید دارم این هستش که این تئوری آشوب جمهوری اسلامی هدفش این هست که نظم منطقه‌ای که شک نگیره که در نتیجه اون جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر منزوی بشه. الان نگاه کنید فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق بعد از اون حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پاکستان صراحتن گفت، حرفش هست در اجلاس داووس، گفتش که جمهوری اسلامی چون منزوی است دیگه در منطقه، چون نمیتونه جواب اسرائیل و آمریکا رو بده، میاد به ما حمله میکنه. این در واقع حرکت جمهوری اسلامی، این استراتژیش، این دکترین آشوبش برای اینه که نظم منطقه‌ای تو منطقه شکل نگیره به ضرر خودش که عملاً واقعاً ایزوله تر بشه. ولی من استدلال این هستش که این نظم در نهایت در منطقه شکل خواهد گرفت، چه خامنه‌ای یا هر کس دیگه در ایران رو بخواد یا نخواد. مسئله دیگه این که بلوف میزنه جمهوری اسلامی یا نه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم خواهان یک جنگ فراگیر با آمریکا نیست، نمیتونه اصلا وارد یک جنگ بزرگ با آمریکا بشه. من فکر میکنم بیشتر جمهوری اسلامی داره بلوف میزنه و اصلا فلسفه اون دکترین جنگ‌های هیبریدی، جنگ‌های ترکیبی جمهوری اسلامی که میگم اینا همه از روسیه گرفته شده که یکی از ارکان اصلیش جنگ در منطقه خاکستریه با استفاده از نیروهای نیابتی، یعنی وضعیت نه صلح نه جنگ تمام عیار به وجود آوردن تو عراق، تو سوریه، تو یمن، تو لبنان، برهم ریختن اون کشورها،
این به این خاطر استش، اصلا اصل فلسفه به این خاطره که جمهوری اسلامی میدونه در برابر آمریکا از نظر نظامی ضعیف است، به صورت متقارن مستقیم یا سیمتریک متقارن و مستقیم نمیتونه با آمریکا درگیر بشه، پس به صورت نامتقارن و غیر مستقیم از طریق نیابتی‌هاش درگیر میشه و این کار هم میکنه برای اینکه نظم امنیتی رو، نظمی در منطقه خاورمیانه به ضررش شک نگیره. و اینجا کلیدی ترین مسئله به باور من، این نظم امنیتی در منطقه شک خواهد گرفت و عملا جمهوری اسلامی در نهایت به نظر من ایزوله خواهد شد و این اقدامات جمهوری اسلامی بیشتر به نظر من در حد بلوف است و اینجا بازم باید ببینیم که اسرائیل در نهایت چه اقدامی انجام خواهد داد. آقای آمریکا و ایران تنها کشورهایی نیستن که الان وجود دارن در روی کره زمین. سوال مشخص همین از پاتوچ با این فرمایشات الانتون که آمریکا اصلا در موقعیتی هست که واکنش سنگین نظامی به این بحرانسازی‌های نظامی جمهوری اسلامی نشون بده؟ اگر از لحاظ نظامی بخوایم بگیم بله تو این موقعیت هستش، ولی همونطور که اشاره کردم دولت بایدن نمیخواد وارد جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی بشه و مسئله این هستش که اونا اون ارزیابی‌های نهاد اطلاعاتی آمریکا از جمله خود بیل برنز زمینو گفته رئیس CIA که تا الان جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکرده، گرچه بر اساس گزارش سازمان یا اون مؤسسه امنیت و علوم بین‌الملل ISAS همین الان یک هفته فقط بیشتر جمهوری اسلامی به وقت نیاز نداره که بخواد مواد لازم برای تولید بمب اتم رو آماده بکنه. دولت بایدن هم میگه که جمهوری اسلامی هم سرباز آمریکایی با نیروی نیابتش نکشته، ناو آمریکایی هم از بین نبره، غرق نکره و اصلا اونا فکر میکنن که جمهوری اسلامی نمیتونه و نمیخواد این کار رو انجام بده. ولی مسئله این هستش که آمریکا باید بتونه بازدارندگی حداکثری یا بیشینه بازدارندگی رو در برابر جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. گویی دولت بایدن به خاطر این ضعفش و مماشاتی که با جمهوری اسلامی میکنه منتظره که یک سرباز آمریکایی کشته بشه یا اتفاق بعدی تو منطقه رخ بده بعد بخواد یک اقدام نظامی در برابر جمهوری اسلامی انجام بده. یه مسئله دیگه من فراموش کردم در پاسخ به پرسش، میخواد یا نمیخواد در واقع یادتون نره این نکته، نمیخواد در واقع یک اتفاق غیر قابل انتظاری پیش بیاد که مجبور بشه به پاسخ سنگین دادن به جمهوری اسلامی. نمیخواد چون میدونه که جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که اگر اقدام نظامی فراگیری آمریکا بخواد انجام بده جمهوری اسلامی بقاش با خطر جدی روبرو میشه. آمریکا نمیخواد در وضعیتی که با اوکراین درگیر هست، در وضعیتی که مهار چین رو در دستور کار قرار داره، بخواد یک جبهه جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی به وجود بیاد. بنابراین سعی میکنه مدیریت تنش بکنه فعلا، بلکه تا اینکه ببینه چه واقعیت‌های دیگه‌ای شک میگیره و چه اقدامات دیگه اسرائیل انجام خواهد داد و اصلا این نظم منطقه‌ای رو میتونه بهش برسه یا نه. ولی به هر حال چون بیشینه بازدارندگی رو آمریکا نمیخواد به وجود بیاره در برابر جمهوری اسلامی، خطر جنگ هست، اشتباه محاسباتی ممکنه به وجود بیاد و خطر جنگ وجود داره، ولی این لزوما به این معنی نیستش که آمریکا میخواد با ایران جنگ بکنه. فقط یه نکته‌ای رو من اشاره کنم جناب فلاحتی، در پاسخ به پرسش قبلی جمهوری اسلامی یک رژیم، یک حکومت بقا محور هست، یعنی فقط و فقط براش بقا مهمه و حاضر نیست به خاطر حفظ اون نیابتی‌هاش بقاش از بین بره، ولی چون بقا محور هست برای بقاش به نظر من می جنگه. تا جایی که بتونه به نظر من جمهوری اسلامی برای بقاش خواهد جنگید، ولی اینکه توانایی نظامی رو در برابر آمریکا اسرائیل داشته باشه یا بخواد واقعا وارد این جنگ بشه به نظر من اینو جمهوری اسلامی انجام نمیده، چون عملا به نظر من بقاش کاملا با خطر جدی روبرو خواهد شد اگر وارد جنگ بزرگی بشه. خب یکم حالا نزدیکتر بشیم به جنگ حماس و اسرائیل. شما نوشته اید که جنگ حماس و اسرائیل احتمالاً جنگی طولانی به اشکال و با ابعاد مختلف خواهد بود و اسرائیل در میان مدت و دراز مدت وارد نبرد جدی‌تری با جمهوری اسلامی در راستای تئوری زنجیره واکنش خواهد شد. این تئوری زنجیره واکنش چیه آقای؟ این تئوری که من مطرح کردم حدود یکی دو ماه پیش شروع کردم فکر کردن روش و عملا یک مقاله هم نوشتم در این باره. این تئوری زنجیره واکنش یک چارچوب نظری هست و علمی برای درک و توضیح بهتر پترن یا الگوی رفتار نظامی و امنیتی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی در سایه جنگ حماس و اسرائیل. اگه بخوام به زبان خیلی ساده این رو توضیح بدم، تئوری زنجیره واکنش یعنی قرار گرفتن یا قرار دادن جمهوری اسلامی
بر سر دوراهی سخت واکنش یا عدم واکنش یا قرار دادن جمهوری اسلامی در بازی دو سر باخت توسط اسرائیل. به این معنا که اگر جمهوری اسلامی در راستای ضرباتی که از آمریکا و به طور مشخص از اسرائیل داره میخوره، در راستای جنگ حماس و اسرائیل، منظورم حملاتی که به سوریه میکنن، افرادی که میکشن از صدر عظیم موسوی گرفته تا صالح العاروری، فرماندهان ارشد حزب الله، حماس و خود جمهوری اسلامی، معاون اطلاعات نیروهای قدس سپاه در سوریه رو زدن و موارد دیگه در داخل ایران، اگر بخواد واکنش خیلی خطرناک با ریسک بالا انجام بده، سرباز آمریکایی بکشه، ناو آمریکایی غرق کنه، به بمب اتم بخواد دست پیدا بکنه، تنگه‌های آبراهای بین‌المللی رو بخواد ببنده، عملاً احتمال داره که آمریکا و اسرائیل وارد یک نوع جنگ مستقیم‌تر با جمهوری اسلامی بشن. اگرم جمهوری اسلامی واکنشی نشون نده، انفعال نشون بده، این عملاً به معنای دعوت از اسرائیل هستش که بیتا جایی که اصطلاح عامیانه تا میخوره، تا اونقدر که جمهوری اسلامی میخوره، اسرائیل بزنه اگر میتونه و بر اساس اون برنامه‌اش هست. یا اینکه نه، اگرم جمهوری اسلامی بخواد تو سیکل تقابل جویانه قرار بگیره، دائما ضریب خطای محاسباتی جمهوری اسلامی میره بالا، دائما تو این سیکل قرار بگیره. مثالش حمله موشکی و پهپادی به پاکستان، حمله به سوریه، حمله به عراق، که این عملاً به ضرر خود جمهوری اسلامی است. من فکر میکنم که هنوز به طور 100% نمیشه گفتش که دقیقاً اسرائیل داره بر اساس این عمل میکنه تا الان، ولی فکر میکنم چنین برنامه‌ای رو داره. و چون تهدیدهای جمهوری اسلامی برای اسرائیل حیاتی است، نبردی که اسرائیل داره با خود سر مار هست در یک مقطعی، با خود جمهوری اسلامی هست و این دغدغه و فوریت برای آمریکا نیست، اسرائیل عملاً بر اساس اون دکترین‌های امنیتی و نظامی که از زمان بن گوریون بوده، ربطی هم به نتانیاهو نداره. اسرائیل راهی نداره جز این که اگر بخواد بقا داشته باشه و بمونه، مجبوره که با جمهوری اسلامی به صورت خیلی جدی‌تر وارد یک نبرد بشه. اینکه این نبرد به صورت حمله بزرگ تمام عیار نظامی به ایران باشه، من فکر نمی‌کنم. من استدلالم بر اساس این تئوری زنجیره واکنش هستش که ممکنه اسرائیل یک سری اقدامات نظامی محدود علیه مواضع نظامی رو انجام بده به صورت خاص و مشخص و مردم ایران رو درگیر یک نوع، یا بهتر بگم میخواد یک واقعیت جدید ادراکی در ایران ایجاد کنه به صورت غیر محسوس. یعنی اینا رو که میزنه اسرائیل، این مواضع جمهوری اسلامی و افراد مشخص رو، القا بکنه به مردم ایران که جمهوری اسلامی ضعیفه، اونجوری هم که فکر میکنید قوی نیست، فقط با زور اسلحه مونده. و بعد بر اساس این واقعیت ادراکی که وقتی دست مردم ایران به وجود اومد، با یک اقدام نظامی محدود انتظار اینو داشته باشه به صورت تئوریک که مردم بخوان با کمک اسرائیل، یا این دو بر اساس یک منافعی، این به معنی نیستش که اسرائیل برای مردم ایران بخواد این کارو انجام بده، یا اصلا آمریکا منافع مردم ایران براش مهم باشه، بازی منافع کشور اسرائیل است، بر اساس یک بازی کاملا پراگماتیک و رئالیستی بخواد این دو با هم دیگه بر اساس یک منافعی که هم پوشانی پیدا میکنه بخوان که با جمهوری اسلامی مقابله جدی بکنن. این به نظر من بازی هستش به لحاظ تئوریک، ولی اون اقدامات عملی هم مهم هست. موضع آمریکا مهم است، محدودیت‌ها و چالش‌هایی هم که اسرائیل داره باید در نظر بگیره. خب ببینید، حالا در این فرصتی که از من چند تا سوال در واقع پراکنده در همین زمینه میخوام ازتون بکنم، یکی این که باز میخوام برگردم به چگونگی حضور آمریکا در این، به قول شما، صفحه شطرنج. چه میزان آمریکا اسرائیل رو در این مسیر همراهی میکنه؟ پرسش بسیار خوبی هستش. تا الان آمریکایی‌ها سعی کردن که همه جوره از دولت نتانیاهو حمایت بکنن، ولی اختلافات و شکاف‌هایی داره شک میگیره بین تل آویو و واشنگتن و اینا رو هم باید در نظر بگیریم اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم. عمده اختلافاتی که بین اسرائیل و آمریکا وجود داره، اما بیشتر روی مسئله استراتژی بعد از جنگ هست. آمریکایی‌ها میگن دولت نتانیاهو باید تعیین بکنه که بالاخره اون ایده دو ملت و دو کشور رو، دو ملت دو دولت رو قبول میکنه یا نه. آمریکایی‌ها میگن باید بر اساس اون برنامه اونها یک تشکیلات خودگردان فلسطینی احیا شده و اصلاح شده حکمرانی غزه رو در دست میگیره. پس اینجا آمریکا کاملا مخالف اینه که بخواد حماس کنترل روی غزه داشته باشه. و مسئله دوم هم این هستش که اون عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان باید شکل بگیره.
تا جایی که اسرائیل هم حملاتش رو محدود بکنه، جنگ نخواد گستره تر بشه، آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد. ولی این تصور رو داشته باشیم که آمریکا پشت اسرائیل رو کاملا خالی میکنه و اون حمایت های نظامیش، کمک های امنیتی و تسلیحاتی خودش رو از اسرائیل قطع بکنه، حدود 3 میلیارد دلار تا 3.8 میلیارد دلار در سال به طور میانگین اسرائیل کمک مالی تسلیحاتی میکنن به اسرائیل، اینو بخوان قطع کنن، به نظر من اصلا واقع بینانه نیست، چون این کمک های آمریکا براش سود داره، برای خود آمریکا، بعد کمپانی های تسلیحاتی آمریکا سود داره، فناوری نظامی اسرائیل واقعا قوی هستش، اینجوری نیست. ولی فکر میکنم اگر حتی آمریکا هم حمایتش رو از اسرائیل کمتر بکنه، چون هیچ راهی اسرائیل نداره برای بقا، برای اینکه با اون تهدیدهای ترکیبی مقابله بکنه، ممکنه به رغم اختلافات آمریکا اون برنامه خودش رو در پیش بگیره، ولی به صورت هدفمندتر و به صورت خیلی دقیق‌تر با خود جمهوری اسلامی، نه به صورت یک نبرد فراگیری که بخواد آمریکا رو درگیر کنه. ولی بازم هیچ مشخص نیست، ممکنه جمهوری اسلامی بخواد با کارت اتمیش بازی بکنه، خیلی اتفاقات غیر منتظره ممکنه رخ بده و اونجا آمریکا عملاً اسرائیل بتونه آمریکا رو به جنگی هم با جمهوری اسلامی بکشونه. ببینید، متحد در واقع اصلی جمهوری اسلامی در بغل گوش اسرائیل سوریه است قاعدتاً دیگه. چرا خبری از سوریه تو این جنگ و بحران نیست؟ یک خیلی جالبه، فرصت داریم من اینو سریع بگم. یکی از مطالبتون رو در فضای مجازی داشتم میدیدم، عکس یرموک، اردوگاه یرموک رو منتشر کردین، نوشتین اینجا اردوگاه یرموک بزرگترین کمپ آوارگان فلسطینی در حوالی دمشق است، اردوگاهی که حدود 150 هزار فلسطینی در آن زندگی میکردند، اما رژیم اسد با کمک جمهوری اسلامی و روسیه آن را ابتدا محاصره و بعد با بمباران هوایی با خاک یکسان کرد و صدای جمهوری اسلامی کشورهای عربی و دنیا در نیامد. آن موقع وجدان جامعه بین المللی هم بیدار نشد. این اما پایان تراژدی برای فلسطینیان در سوریه نبود. دست کم 12 کمپ آوارگان فلسطینی در سوریه وجود داشت. یرموک فقط بزرگترین اردوگاه فلسطینیان در این کشور بود. رژیم اسد و شبه نظامیان جمهوری اسلامی عامل کشتار این تعداد فلسطینی در سوریه هستند. بعد تعداد فلسطینیان کشته شده در کمپ یرموک در خان الشیخ، حلب، الحسینیه رو نوشتین و بعد پرسیدین راستی این روزها از بشار اسد مهره به اصطلاح محور مقاومت خبری نیست؟ آیا آقایی حکومت بشار اسد از همسایش از اسرائیل میترسه در این بحران، یا اصلا اعتقادی به حقوق فلسطینیا نداره و اون یک هم به قول شما پوشانی منافع با جمهوری اسلامی بود و تمام؟ البته از پدرش هم همینطور با جمهوری اسلامی روابط خوبی داشت و بعدم میاد تا بفرمایید، خواهش میکنم. تا پسر جناب فلاحتی، من 12 سال دست کم در مورد خود جنگ سوریه، روابط ایران و خود روسیه و ترکیه پژوهش انجام دادم و من همیشه این جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام داده با روسیه در سوریه رو دنبال کردم و قطعا جنایت محکوم است از هر طرفی، هر طرفی که بخواد انجام بده علیه غیر نظامیان. ولی مسئله اینه که ما نمیتونیم نوعی استاندارد دوگانه داشته باشیم. از بین 2012 تا 2017 بین 5 سال بر اساس گزارش های عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر سوریه 23 هزار کودک فلسطینی، تو کودک سوری در این جنگ کشته شدن توسط جمهوری اسلامی، رژیم بشار اسد و روسیه. ولی اون زمان خبری از این مسائل نبود. دقیقاً این کمپ یرموک هم کودکان زیادی کشته شدن، ولی ما الان استاندارد دوگانه میبینیم. همین دیروز آقای آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل با لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دقیقاً در روزی که حمله موشکی انجام داده روسیه دست میده و این ایناست مسائل. ببینید استاندارد دوگانه اینا هستش. ولی حالا فارغ از این مسئله، در مورد اینکه چرا بشار اسد ساکت هست، حرفی ازش نیست، به این خاطر که اولا پدرش حافظ اسد گفته بود که این جملهش واقعا وجود داره، هست، میتونید سرچ کنید ببینید، گفته بود اصلا اون سرزمینایی که قبل از 1946 بوده اینا اصلا مال، اصلا چیزی به نام فلسطین ما نداریم، اینا همه برای سوریه بزرگ بوده و هرچی بوده مال سوریه بوده. و خود بشار اسد هم به خاطر جنگ سوریه روابطش با حماس، رژیم بشار اسد روابطش با حماس شکراب شد، کاملا تیره و تار شد. جمهوری اسلامی از بشار اسد حمایت می‌کرد، حماس و ترکیه و این کشورهای عربی دقیقاً
این اخوان المسلمین ها دقیقاً بر علیه بشار اسد بودن. بنابراین بشار اسد دل خوشی از حماس نداره، خیلی عامیانه بگم. به خاطر همین اگر این بتونه اسرائیل بهش ضربه بزنه، خب بعدش هم نمیاد. در این حال اسرائیل همون ابتدای جنگ هشدار مستقیم، تهدید مستقیم انجام دادن، گفتن اگر بشار اسد به طور فراگیر بخواد جبهه جنگ باز کنه از طرف سوریه، ما خود بشار اسد رو میزنیم، نزدیکانش رو میزنیم، میکشیم. و پارسال حتی استادیو یک موشک زدن به ورودی مقر اون محل زندگی ماهر اسد، برادر بشار اسد، و این یه هشدار بود. بنابراین استادیو کاملا تهدید کردن و عملا خود بشار اسد نمیخواد وارد جنگ فراگیر بشه. جمهوری اسلامی هم نمیخواد جبهه جنگ بزرگی از اون طرف ایجاد بکنه در برابر اسرائیل تا جایی که بتونه. این استراتژی آشوبش رو پیش میبره، ولی جمهوری اسلامی میدونه که اگه بخواد این کار رو بکنه، اون اسدها، اون دارایی های فیزیکی و نظامی و غیر نظامیش از بین میره توسط حملات اسرائیل. دقیقا اسرائیل داره بر اساس استراتژی مابام، جنگ در میان جنگ ها به زبان عبری، بیشتر حمله میکنه به مواضع جمهوری اسلامی. بر اساس تئوری زنجیره واکنش بیشتر داره جمهوری اسلامی رو ببره گوشه رینگ، تحریک بیشتر میکنه تا جایی که بتونه. به نظر من اشخاص و افراد خیلی شاخص رو در سوریه خواهد زد. میمونه ببینه جمهوری اسلامی میتونه جبهه جنگ بزرگ باز کنه. اگه جبهه جنگ بزرگ باز کرد، بیشتر جمهوری اسلامی رو میزنه، خود بشار اسد مورد تهدید قرار میده. اگر جمهوری اسلامی نتونه جبهه بزرگ باز کنه، به نفع اسرائیل. بسیار ازتون سپاسگزارم. آقای حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک، ممنونم ازتون آقای آقایی. مرسی از دعوت شما. درود بر شما. خب ببینید، این نکته که درباره کارت هسته یه جمهوری اسلامی آقای آقایی فرمودن، من در این یه دقیقه آخر برنامه خدمتتون عرض بکنم. دیوید آلبرایت، فیزیکدان و رئیس مؤسسه علوم امنیت بین المللی در واشنگتن، در گزارش تحلیلی که در 18 دی ماه 1402 منتشر کرد نوشت جمهوری اسلامی می تواند به سرعت اورانیوم با درجه تسلیحات کافی برای بسیاری از سلاح‌های هسته‌ای بسازد، کاری که 20 سال پیش نتوانست انجام داد. امروز تنها به یک هفته زمان نیاز دارد تا برای اولین سلاح هسته‌ای خود به اندازه کافی تولید کند، 6 سلاح هسته‌ای در یک ماه، و با تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی میتواند در عرض 5 ماه 12 سلاح اتمی بسازد. اما یه مشکلی هست اینجا. دیوید آلبرایت میگوید که به دلیل اینکه برنامه آماد که مسئولش محسن فخری زاده بود لو رفت، دیگه 3 سال پیش دیگه، یعنی 2003 20 سال پیش لو رفت و فخری زاده هم که 3 سال پیش کشته شد، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه اون برنامه رو پنهانی ادامه بده. بنابراین میره روی سرعت دادن ساخت بمب هسته یه تاکتیکی و به اصطلاح خام با آزمایش زیرزمینی یا به اصطلاح آزمایش سرد، که 6 ماه طول میکشه که این کار رو به سرانجام برسونه و خودش به عنوان دارای بمب اتمی تثبیت کنه. بریم پرده آخر. آخرین کسی که اومد بودجه گرفت بره ابرو بارگاه درست کنه برای معاویه، رئیس جمهور وقت عراق عبدالسلام عارف. پوتین پاش کرد رفت تو حرم امیرالمومنین، صدای نحسشو برد بالا، گفت ها علی ابن ابی طالب، بلند شو ببین بودجه گرفتم میخوام برم حرم و بارگاه درست کنم برای معاویه. از حرم اومد بیرون، نوشتن سوار هلیکوپتر شد، هلیکوپتر پرید رو هوا منفجر شد، با آل علی هر که در افتاد. شب و روزگار خوش.